دوستان عزیزم سلام. یکی از سوالایی که خیلی ازتون میپرسید آموزش زبان به کودکانه، اینکه از چه سنی باید شروع کنیم و حالا چه جوری اینها. خدمتتون عرض کنم که همونطور که آموزشگاه‌ها بچه‌ها رو از سنین 3-4 سالگی میپذیرن، این سن سنیه که میتونید شروع کنید، ولی اینکه حالا آیا دوست داشته باشید یا نه، به نظر من اگه 1-2 سال بیشتر صبر کنید بد نیست. ولی اینکه خب چیکار باید انجام بدیم؟ ببینید، یکی از مسائلی که توی انتخاب آموزشگاهی که بچه‌ها رو می‌فرستین داره اینه که خیلی باید دقت کنید که توی اون آموزشگاه ساعت کلاس کودکان ساعت مناسبی باشه و همچنین معلمشون، مربیشون کسی باشه که با بچه‌ها خوب کنار بیاد. برای اینکه ببینید بچه‌ها متأسفانه اگر که کودکان توی سن پایین از زبان انگلیسی زده بشن، از هر چیزی میدونید، اگه زده بشن خیلی سخته بخواید بعدن برشون گردونید به اون مسئله. و خب همتون هم میدونید که زبان انگلیسی خیلی نیاز و ضروریه و شما چاره ای ندارید که بچه رو برگردونید به سمت زبان انگلیسی. پس بنابراین بهتره که زدش نکنید از ابتدا. آموزشگاه جوری نباشه که بچه زده بشه، اذیت بشه و همچنین تو کلاس فرستادنشون فورس براشون ایجاد نکنید، یعنی اجبارش نکنید. اگه یه روز نمیخواد بره، اوکی نره. فکر نکنید که حالا یاد میگیره که هر وقت دلش خواست بره، هر وقت دلش نخواست نره. نه، بچه ها رو نسبت به آموزش هر چیزی خصوصا زبان توی اون سن زده نکنید. با این اجباری که ایجاد میکنید، فکر میکنید که دارید بهش یاد میدید که این یک چیز ضروری و لازمه و من سرش کوتاه نمیام و تو حتما باید یاد بگیری، اما در واقع کاری که میکنید اینه که به بچه این رو القا میکنید که این یک اجباره و تو باید اینو یاد بگیری و بچه کوچولو تو اون سن از این زده میشه و مطمئن باشید به محض اینکه بتونه از زیر این آموزش در بره این کارو میکنه. در نتیجه بهتر بر بچه ها فرص ایجاد نکنید. یکی از روش های دیگه ای که میتونه توی خونه کمکتون کنه بدون اینکه شما، باز هم تاکید میکنم، بدون اینکه هیچ فرصی ایجاد کنید، برای اینکه بشین ببین اینو خوب گوش کن، تکرار کن، به من بگو چی گفت، بدون همه اینها، اینه که بچه ها کارتون های انگلیسی ببینن، کارتون های زبان اصلی ببینن و نیازی هم نیست که بشینن ببینن. مثلا این که الان شاید بعضیاتون براتون این مسئله ایجاد شه که اوکی بچه اصلا نباید کارتون ببینه، این اصلا از ریشه برای بچه ضرر داره. بله، من همین الان قبلش گفتم که نه اینکه بشونید پاش بشین اینو ببین چی گفت، تکرار کن، نه نه نه، هیچ کدوم اینا نه. فقط اینکه کارتون رو بذارید بک‌گراند خونه اون صدای کارتون باشه و اینکه چیزی که بچه مدام داره میشنوه اون کارتون باشه، خصوصا شبکه‌های آموزش زبان انگلیسی که مدام یک سری آموزش‌ها رو تکرار می‌کنن و این باعث میشه که این تکرار باعث میشه که برای بچه‌ها جا بیفته این مسئله. پس بدون اینکه براشون اجباری ایجاد کنید میتونید هم این کارتون ها رو براشون بذارید، فقط گوش کنن، بشنون، نه اینکه بخواید مجبورشون کنید حتما بشین ببین تکرار کن، نه اصلا برای بچه ها فرص و اجباری ایجاد نکنید، حتی در رفتن به آموزشگاه. ببینید، من به عنوان یک معلم این رو بارها دیدم که وقتی که من خیلی بچه بودم آموزش زبان رو شروع کردم، یاد دادن و تدریس زبان رو شروع کردم، به کودکان که کار میکردم خیلی حساس و سختگیر بودم که مبادا چیزی رو یاد نگیرن، مبادا بگذره کلاس، بگذره بره جلو و مثلا از دوره خردسال خارج بشن و چیزی یاد گرفته باقی نمونده باشه. نگران نباشید، وارد دوره کودک که بشن همه اونا باز تکرار میشه، دوره نوجوان که برن باز همه اونا تکرار میشه، بزرگسال که برن باز همش تکرار میشه. اصلا نگران نباشید که این وسط 4 تا کلمه موند که بچه من یاد نگرفت، اب نداره، ترم بعد یاد میگیره. بچه رو زده نکنید که به یه جایی برسه که اون وقت دیگه هیچی نخواد یاد بگیره. نه، حالا اگه 2 تا کلمه هم این وسط جا موند و یه روز غیبت کرد و نرفت، یه روز خوابش میومد و نرفت، یه روز میخواست بازی کنه و نرفت، اب نداره. اینو کسی داره بهتون میگه که بیشتر از 25 ساله که داره درس میده و کسانی رو، دانش آموزانی رو توی همه مقاطع داشتم و دیدم که این سختگیری ها نه فقط نتیجه مثبت نمیده، بلکه باعث میشه که بچه شما فرار کنه از زبان انگلیسی و اون وقت دیگه واقعا نمیدونم باید چی کارش کرد.